آقای اندیشه سلام و وقت شما بخیر، خوش آمدین به برنامه. میشه در نخست روی هدف برگزاری این جشنواره ورزشی از شما بیشتر جزئیات داشته باشیم و چقدر هم میتونه تاثیرگذار باشه بر استعدادهای مهاجرین افغان در استرالیا که با برگزاری این چنین جشنواره ها میتونن که همون استعدادشان را به نمایش بگذارن؟ سلام بر شما، وقت شما بخیر و همکاران محترم تلو نیوز، و سلام به همه ملت بزرگ و نجیب افغانستان. در آغاز میخوام سال نو میلادی 2020 به شما و کافه ملت افغانستان تبریک بگویم و یک صلح پایدار و که خاص دیرینه کل ملت افغانستان است، بر کل ملت افغانستان ما آرزو دارم. خدمت شما عرض کنم که بله، این ششمین جشنواره ورزشی افغانهای استرالیا هستند که به طور رسمی سالانه در یک از ایالت‌های استرالیا برگزار میشه، که امسال خوشبختانه این تورنمنت یا این جشنواره ورزشی که شامل ورزش‌های والیبال، فوتبال، تنیس و مارشال آرتس و ورزش‌های دیگه میشن در شهر ملبورن برگزار شده بودن که از سراسر استرالیا، از استرالیا غربی شهر پرت و استرالیا جنوبی شهر ادلاید، نیو ساوت ویلز، کوینزلند و خود ایالت ویکتوریا که ملبورن میشه، حتی اکثر افغان‌ها در برنامه اشتراک کرده بودن که در حدود 36 تیم بازیکنان والیبال بودن که از طبقه اوناس و طبقه ذکور بودن، و در حدود 24 تیم از بخش ساکر یا فوتبال بودن که سراسر استرالیا اشتراک کرده بودن. در این بخش در قسمت ساکر از خانم ها به تعداد 4 تیم و بخش زیر سن هم در حدود 6 تیم و بخش های مختلف به این ترتیب اشتراک کرده بودن، که در این جشنواره به حضور داشته و نمایندگان فدرال پارلمان استرالیا، نمایندگان ایالتی استرالیا و نمایندگان حکومت محلی، شهرداری و کنسول‌ها برگزار شده بود. بله آقای اندیشه، من می‌خوام بپرسم که این رقابت‌ها برگزار شد، شما در مورد تیم‌ها هم گفتن که کی‌ها اشتراک کرده بودن، اما چه کسانی توانستند که در این رقابت‌ها در صدر قرار بگیرن و بتونن نمایش بهتر از خود داشته باشند؟ بله، در این قسمت از میان 36 تیم که در مجموعه در حدود نزدیک به 10 تیم از بانوان بودن که از بخش بانوان تیم بریزبین هیتس بلک مقام اول از آن خود کردن، به می ترتیب بریزبین اوزگان از بخش بانوان مقام دوم از آن خود کردن، و در بخش آقایان ملبورن استورم مقام قهرمانی دست یافتن و به ترتیب سیدنی استورم نایب قهرمان شدن. بله خواهنده شد، در استرالیا بر مهاجرین افغان چقدر زمینه های ورزشی فراهم است و زمانی که شما میان این چنین جشنواری ورزشی هم برگزار میکنین میتونه فرصت خیلی مناسب برای این مهاجرین افغان در استرالیا باشه؟ دقیقا اینجا زمینه و زمینه فرصت ها بسیار فوق العاده عالی برای تمام هموطنان ما یکسان موجود هستند، تا که تمام در بخش بانو و در بخش آقایان هرچند سایه فعالیت در بخش نامحدود هستند، هر کس میتونه که نیاز به مو کارهای روزمره دارن بعضی میتونه ورزش بکنن، و خصوصا برای نسل جوانی که اینجا افغان ها میتونن در بخش های مختلف شید، در بخش مارشال آرت باشه، در بخش والیبال باشه و در بخش فوتبال یا ساکر باشن، میتونه که اینجا تمرینات خوبی رو ببینن و در آینده میتونه که اینها یک سرمایه بسیار خوبی برای کشور باشن که دوباره از طریق کمیته ملی المپیک افغانستان برای تیم ملی افغانستان جذب شوه. و در ضمن یادآور باید شوم که نه تنها که بخش ورزش ها هستن بلکه به بخش موسیقی و بخش برنامه دیگه هم هستن که در رابطه با کارهای فرهنگی و هنری این روز به روز افزوده میشن، بر علاوه که کارهای ورزشی در زمینه پیش میرن، کارهای هنری و فرهنگی که برای افغان ها ضرورت هستن در اینجا ما برگزار میکنیم، که امسال ما شاهد این بودیم که در حدود 10,000 نفر از سراسر استرالیا اشتراک کرده بودند. بله خواهی اندیشه، از زمان که این چنین جشنواره برگزار میشه، چی در بخش ورزش باشه چی در بخش موسیقی و فرهنگ افغانستان، میتونه یک چهره دیگری از افغانستان به کشورهای دیگر نشان بده، از جمله استرالیا به باشندگان استرالیا که دیگر همون چهره جنگ زده افغانستان نشان داده نشه بیشتر بر مردم؟ دقیقا در افتتاحیه این جشنواره مقامات حکومتی استرالیا و نمایندگان پارلمان استرالیا که اینجا اشتراک کرده بودند از تمام افغان ها به نیکی یاد کردن و همیشه و یک کمنت و یک دیدگاه مثبت و فوق العاده خوب را در رابطه با افغان ها داشتن، اونا دیدگاهشون به این بودن که در آینده افغان ها میتونن که کارهای بسیار مثبت و خوب و فوق العاده در رابطه با ورزش استرالیا در نتیجه به جامعه نوپای افغان ها در اینجا میتونن که یک نقش بسیار مثبت و خوب را بازی کنن برای استرالیا.
بله، زمانی که ورزشکاران میان در این جشنواره ورزشی اشراک کردن که امسال هم شما برگزار کردین، چهره هایی که در اونجا مشخص ساخته میشه، البته چهره های برتر، اینا با پشتکار میتونن که لاغر راه پیدا بکنن به تیم های ورزشی هم در استرالیا؟ دقیقاً اینا خب به ترتیب به ما قسمی که در هر کشور یک استاندارد و یک مقطع خاصی داره برای ورزش، در صورت که این ورزشکارای ما از خود لیاقتش رو که نشان بدن، میتونن که اینا در تیم های مختلف استرالیا چه کلاب های شخصی باشن چه تیم های خود ایالتی و تیم های ملی استرالیا باشن، میتونن را پیدا بکنن. ما چقدر در حال حاضر ورزشکار داریم که در تیم های استرالیا حضور داشته باشند؟ به صورت رسمی البته اونو که از رفتن به نمایندگی از استرالیا در کشورهای مختلف در سطح اینترنشنال بازی کردن، البته اینجا به تعداد خیلی زیاد هست که ما حال اسامی تمام اونا رو ما به یاد نداریم. اونا رفتن در کشورهای ایتالیا، اروپا، در کشور نیوزیلند و کشورهای دیگر رفتن به نمایندگی از استرالیا بازی کردن و مدال‌های فوق العاده طلا، نقره و اینا رو کسب کردن برای استرالیا و با دست پر برگشتن. درست. خواهنده شب عنوان سال آخر میخوایم بپرسم به این که شما چه برنامه های دیگر هم به منظور رشد ورزش جوانان افغان، البته جوانان مهاجر افغان در استرالیا روی دست دارین؟ خیلی کوتاه. خب برنامه های گسترده و وسیع، چون ما یک فدراسیونی داریم به نام اسفا هستن که ما سالانه روی پلان مشخصی کار میکنیم که هر سال در یک ایالت برنامه های مختلف اجرا بکنیم، جمله روی تمرکز بیشتر روی والیبال، مارشال آرتس و فوتبال هستن و کرکت هستن که در آینده های نزدیک احتمال داره کلاب های زیر سین ایجاد شوه. ما تمرکز ما بیشتر این است که دختر خانم و بچه‌ها که زیر سین هستن اونا بیشتر زیر تمرین گرفته شوه تا اونا تشکر از شما. بله، زنده باشین. تشکر که جزئیات بیشتر را کردین.